این چشم‌انداز بامدادی است در ساعت 7 بامداد تهران و کابل 7:30 در دوشنبه در بامداد سه‌شنبه 9 اردیبهشت 1399. درود بر شما، داریوش رجبیانم. با یک بغل پر از خبرهای کرونایی و بیشتر از آن، اما همه‌گیری بیماری کووید 19 طبعاً همچنان ارجحیت دارد. کرونا در جهان، در آمریکا، در ایران و سایر نقاط جهان رو در آغاز برنامه خودمون داریم. واشنگتن در حال بررسی بازگشت به برجام برای تجدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران. آیا این تصور که آمریکا همچنان میتواند خود را عضو برجام بداند مبنای حقوقی دارد؟ هیچ پایه حقوقی برای این ادعای آمریکا وجود نداره. علتش هم خیلی روشنه. تصمیم آمریکا برای خروج از برجام در یک مراسم رسمی صورت گرفت. فرجام، یک سریال تلویزیونی مصری که اسرائیل را شاکی کرده، این را هم در برمون داریم. افزون بر خبرهای دیگر، سرآغاز تازه‌ترین خبرهای جهان از بی بی سی فارسی در لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چین را متهم کرده که در پیشگیری از عالمگیری ویروس کرونا جدید اهمال کرده. آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری از انجام تحقیقات جدی در این باره خبر داد. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا چین را به پنهانکاری و ارائه اطلاعات و آمار نادرست متهم کرده بود. چین این اتهام را رد کرده و در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه چین آقای پومپئو را به سیاسی کاری متهم کرده. خشر جنیدی از واشنگتن گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ با ابراز نارضایتی از چین میگوید دولت او در حال انجام تحقیقات جدی درباره نقش این کشور در گسترش همه‌گیری ویروس کرونا در سطح جهان است. به گفته آقای ترامپ، راه‌های زیادی برای پاسخگو کردن چین وجود دارد. پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید، هم چین را متهم کرده کیت‌های تشخیصی کم کیفیت یا تقلبی به آمریکا ارسال کرده. کشورهای جهان برای ماسک زدن در محافل عمومی روی کرد متفاوتی را پیش گرفتند و همزمان سازمان جهانی بهداشت تنها ماسک زدن را برای کسانی توصیه کرده که بیمارند یا نشانهای ابتلا به ویروس جدید کرونا را تجربه می کنند. چند کشور دیگر اروپایی از جمله آلمان، سوئیس و جمهوری چک از روز گذشته لغو تدریجی محدودیت را آغاز کردند. با این حال هنوز بخش بزرگی از اروپا در قرنطینه کرونا به سر می برد، از جمله ایتالیا که همچنان در این باره سخت گیری می کند. خبرهای جهان را از رادیو بی بی سی در لندن می شنوید. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته 96 تن دیگر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند. وزیر بهداشت افغانستان هم گفته که در صورت افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، احتمال دارد قرنطینه کابل پایتخت تمدید شود. فیروزه دین فیروز بار دیگر تاکید کرده که مردم باید مقررات قرنطینه و فاصله اجتماعی را جدی بگیرند. یک از 13 تا 14 نفر مصاب شده، اما این همو تپ است، همو نقطه است که معلوم میشه. اما وقتی که خود سیر اپیدمی را در افغانستان میبینیم، سعیست که شاید به هزارها نفر دیگه هم مصاب باشه و تعداد واقعات مرگ هم ما تا امروز گفتیم 50 نفر است، احتمالاً بیش از 200 نفر باشه. و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور در صدد تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است که پاییز امسال به پایان می‌رسد. این گزارش همچنین حاکی است که آمریکا همزمان در حال کار بر روی طرحی است که عضوی از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام باقی بماند. آمریکا دو سال پیش یک طرفه از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده و تازه‌تری را علیه ایران اضافه کرد. بازترین خبرهای جهان در تارنمای بی بی سی پرشن نقطه‌کام. صبح و روز و شب شما به خیر و خوشی هر جای دنیا که هستید. اینجا لندن است، چشم‌انداز بامدادی بی بی سی و من داریوش رجبیانم. تهیه کننده برنامه فرج بالافکن است که به جبر فاصله گیری اجتماعی در استودیو نیست. هر دو با بهترین آرزوها برنامه را آغاز می‌کنیم برای یکایک شما در سراسر جهان، جهانی که همچنان با همه‌گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. رئیس سازمان جهانی بهداشت از عملکرد این سازمان در قبال همه‌گیری کرونا دفاع کرده. دکتر تدروس ادهانوم غبریسوس گفت که در پایان ماه ژانویه، یعنی 3 ماه پیش، زمانی که سازمان جهانی بهداشت وضعیت فوق‌العاده بین‌المللی اعلام کرده بود، همه کشورها باید دست به کار می‌شدند. آنهایی که به توصیه‌های این سازمان گوش دادند، به گفته آقای غبریسوس، اکنون در حال وضع بهتری به سر می‌برند.
در این حال مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا اصرار کرده که هرچند دولت دونالد ترامپ حمایت مالی از سازمان جهانی بهداشت را متوقف کرده، مبالغی که این کشور در زمینه بهداشت جهانی هزینه می‌کند کمتر نشده. از ایران هم خبرهای مربوط به کرونا اندک نیست که به همین آنها خواهیم پرداخت پس از نگاهی به وضعیت کرونا در آمریکا و جهان با مهرنوش پورزیایی در واشنگتن. بیش از یک چهارم قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان در آمریکا بودند. با این حال چندین ایالت این کشور در آستانه از سرگیری فعالیت‌های تجاری و کاهش محدودیت‌های اعمال شده بعد از همه‌گیری ویروس کرونا هستند. روز دوشنبه تعداد کل مبتلایان در این کشور بیش از 987 هزار نفر بود. تعداد موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا کماکان در اوج است، اما در چند کانون اصلی ابتلا در این کشور مثل نیویورک نرخ ابتلا به طور قابل توجهی کاهش داشته. کارشناسان بهداشت عمومی از جمله در سازمان بهداشت جهانی میگویند کاهش زود هنگام مقررات میتواند موجب موج دوم همه‌گیری شود. سوی دیگر سکه دولت فدرال و دولت‌های ایالتی آمریکا هستند که با بیش از 26 میلیون نفری روبرو هستند که کارشان را از دست دادند و به دنبال مستمری بیکاری‌اند. این ایالت‌ها اغلب گفتند وضع به سرعت به حالت عادی باز نخواهد گشت و برخی محدودیت‌ها برجا خواهند ماند. تگزاس یکی از این ایالت هاست که گفته تمام فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و مراکز خرید از روز جمعه مجاز به فعالیتند، اما باید برای 2 هفته تنها با 25% ظرفیت و بعد از 2 هفته با 50% ظرفیت فعالیت کند. جورجیا، آلاسکا و کارولینای جنوبی در روزهای گذشته برخی محدودیت‌ها را لغو کردند. البته 8 ایالت هم که فرماندار جمهوری خواه دارند هیچگاه قرنطینه اعلام نکردند که بخواهند آن را لغو کنند یا کاهش دهند. رئیس جمهوری آمریکا هم روز دوشنبه در کنفرانس خبریش گفت راهنمای دولت فدرال را برای بازگشت ایالت‌ها به وضع عادی در اختیار فرمانداران گذاشته. همزمان رئیس سازمان بهداشت جهانی یک بار دیگر هشدار داده رفع زود هنگام محدودیت‌ها به گسترش دوباره ویروس منجر می‌شود، اما گفته این سازمان نمی‌تواند کشوری را مجبور به پیروی از توصیه‌هایش کند. تدروس گبریسوس در این حال هشدار داده همه‌گیری ویروس کرونا بهره‌مندی کودکان از خدمات بهداشتی از جمله واکسیناسیون در قبال دیگر بیماری‌های مسری و مرگبار را به ویژه در کشورهای فقیر دچار اخلال کرده. در نقاط دیگر جهان هم برخی کشورها به سوی کاهش محدودیت ها می روند. اسپانیا که کار در صنایع خودروسازی را مجاز کرده، مقرراتی ویژه را برای ایمنی نیروی کار وضع کرده است. از روز دوشنبه آلمان پوشیدن ماسک را برای شهروندانش اجباری کرده و ایتالیا که زمانی کانون دوم ابتلا به ویروس بود و بیشترین قربانی در اروپا را در این زمینه داشت، گفته مردم این کشور از دوشنبه آینده می توانند برای اولین بار از خانه های خود خارج شوند و به دیدن خویشاوندانشان بروند. با این همه نخست وزیر این کشور هشدار داده که این کار تنها در صورتی ممکن است که شهروندان کماکان مقررات و فاصله های اجتماعی را رعایت کنند و ماسک بپوشند. کرونا در آمریکا و جهان، مهرنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌داد. و اما در ایران وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 96 تن دیگر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند. در این حال علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت گفته که 369 مرکز نمونه برداری در سراسر کشور ایجاد شده که در کل به 420 مرکز خواهد رسید. ایرج حریرچی یکی دیگر از معاونان وزیر بهداشت اعلام کرد که با مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا استفاده از ماسک در متروی تهران اجباری شده. تازه های مربوط به شیوع کرونا در ایران را از همکارم مریم افشنگ بشنویم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت بین روزهای یک شنبه تا دوشنبه 96 نفر در ایران بر اثر کرونا جان خودشون از دست دادن، ولی در 36 روز گذشته اون اولین بار بود که تعداد مبتلایان به کمتر از 1000 نفر رسید و 991 نفر اعلام شد. آقای روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هماندیشی با رؤسای پارک‌های علم و فناوری گفت که این پارک‌ها از روز اول برای تامین نیازهای
بخش ضد عفونی، تشخیص، پیشگیری، مراقبت و درمان فعال بودند و حتی تلاش کردند از داروهای گیاهی برای مهار ویروس استفاده بکنند و برای درمان اون. گفت که به طور ویژه ایران داره روی واکسن کار میکنه و اگر به محصول برسه این یک موقعیت بزرگیه و در واقع ایران در رقابت جهانی برای پیدا کردن واکسن کرونا هست و گفت در زمینه های مثل ماسک، ونتیلاتور، دستگاه های تنفسی، کیت تشخیص ایران به خودکفایی رسیده و حتی بعضی از اونها رو امکان صادراتش رو داره. از طرفی آقای ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، در همین نشست گفت که در حوزه کرونا به مرحله ایران رسیده که میتونه محصولاتی مثل تبسنج و دستگاه های آی سی او رو صادر بکنه و حالا در واقع در ساخت اینا حتی خودکفا شده. اگر با وزارت بهداشت به تفاهم برسه میتونن نخستین کیت های تشخیص سرولوژی رو هم برای صادرات آماده بکنن. خب مریم، میدونیم که آقای روحانی پیشتر اشاره کرده بود که اگر مناطقی رنگشون سفید بشه میشه مراکز مذهبی و مساجد رو اونجا فعال کرد. آیا در این مورد توضیحات بیشتری هم داده شده یا نه؟ بله، حسن روحانی گفت از یک روزی، شاید نیمه اردیبهشت و شاید نیمه ماه رمضان، امکان بازگشایی مساجد و حتی برگزاری نماز جمعه باشه. اما دیروز علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، اعلام کرد که به هیچ عنوان امکان بازگشایی حرم امام رضا در مشهد و حرم حضرت معصومه در قم فعلا و حتی تا آخر ماه رمضان امکان پذیر نیست و امکانش وجود نداره و حتی میدونم که به زودی این اتفاق بیفته. آقای رئیسی همینطور گفتش که اما در هر صورت چون در ماه رمضان کسانی هستن که میخوان برن نماز بخونن، این امکان هست به شرط اینکه این فاصله اجتماعی رعایت بشه، ماسک داشته باشن و خودشون در خونه وضو بگیرن و جا نماز رو و سجاده رو با خودشون به مسجد ببرن و فقط نمازشون رو بخونن برگردن، ولی اونجا در مسجد امکان سخنرانی قرآن خوندن و اینها نیست. یه چیز دیگر رو که شاید بد نباشه من اینجا اضافه کنم، بحث کسانی که به دلیل مصرف الکل تقلبی مسموم شدن. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که از اول اسفند تا حالا 511 نفر مسموم شدن و 525 نفر به خاطر مراجعه به دلیل مصرف الکل تقلبی جان خودشون رو در این روزها از دست دادن. این هم از کرونا در ایران بود. از مریم افشنگ شنیدیم. به موضوعات مربوط به کرونا البته که باز خواهیم گشت. اما گزارش شد که دولت آمریکا قصد دارد در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کند تحریم تسلیحاتی ایران را به طور نامحدود تمدید کند، وگرنه آمریکا با این استدلال که یکی از طرفها در توافق هسته‌ای با ایران بوده از مفاد قطعنامه 2231 استفاده می‌کند و به طور یک جانبه تحریم‌های شورای امنیت را که پیش از برجام بوده باز می‌گرداند. بنا به قطعنامه 2231 این تحریم‌های تسلیحاتی حدود نیم سال دیگر پایان می‌یابد. دیپلمات‌های اروپایی و منتقدان یادآوری می‌کنند که آمریکا خودش 2 سال پیش از این توافق کنار رفته بود. مقام‌های ایران هم از پیش گفته‌اند که مطرح شدن پرونده ایران در شورای امنیت خط قرمز تهران است. از سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم، سعید پرسیدم آیا هیچ پایه حقوقی وجود دارد که بنابر آن بشود آمریکا را همچنان عضو برجام دانست یا نه؟ به نظر من هیچ پایه حقوقی برای این ادعای آمریکا وجود نداره. علتش هم خیلی روشنه، همطور که شما و همه خاطرشون هست، در واقع تصمیم به آمریکا برای خروج از برجام در یک مراسم رسمی صورت گرفت. بالاترین مقام کشور یعنی خود رئیس جمهور آمریکا در برابر دوربین و با مراسم به خصوص امضا کرد و امضاشو نشون داد. بنابراین بیش از این دیگه نمیشه استدلال کرد که امریکا واقعا و قطعا برجام رو ترک کرده و بعدم شفاهن مسئله رو ذکر کرد. بنابراین به نظر من علال اصول ذکر این که امریکا هنوز از نظر حقوقی عضو برجامه مشکل گفتن و پذیرفتنش. منتها من حدسم اینه که ضمن اینکه توضیحی تا حالا ندادن که به چه دلیل فکر می‌کنن هنوز عضو برجامن، حدس من این است که برجام یه توافقی است
که بین این 8 طرف در واقع 7 کشور و اتحادیه اروپا صورت گرفته از یک، ولی بعد این برجام از طریق قطعنامه 2231 شورای امنیت تایید شده و بنابراین اگه به قطعنامه توجه بکنیم، مفاد قطعنامه در اونجا ذکر شده در چند جا که تمام کشورهای دنیا و نه تنها فقط اعضای این 8 طرف در واقع برجام موظفند که تمام تلاششون رو بکنن که با حسن نیت مفاد برجام انجام بشه. ولی سوال من اینه که آقای محمودی، آیا خود، چون نکات حقوقی خیلی دقیقی رو بهش اشاره کردین، آیا خود آمریکایی‌ها متوجه این نکات حقوقی نیستند که عضو برجام نیستن و بر مبنای اون نمیتونن کار رو انجام بدن؟ ممکنه ادعای آمریکا این باشه که درسته که ما از برجام خارج شدیم، ولی مطابق قطعنامه 2231 هنوز به ما یک کشور عضو سازمان ملل متحد، در واقع ما داخل این قطعنامه هستیم و از مزایا و مسائلی که در اون هست میتونیم استفاده کنیم و به این دلیل مثلا میخوایم حالا اقدام بکنیم، که به نظر من به کلی بی ربطه، برای اینکه برجام خیلی مشخصه این مکانیسم ماشه که در واقع امریکا میخواد ازش استفاده کنه فقط مخصوص کسانی است که در برجام باقی موندن و امریکا تا اونجایی که من میدونم و میتونم بگم قطعا امروز عضو برجام نیست و نمیتونه از این ماشه استفاده کنه و حتی نمیتونه برگرده به برجام اگه بخواد، برای اینکه اگه بخواد برگرده یه توافق سیاسی است برجام، مفهومش این است که تمام کشورهای باقی مانده در برجام باید با برگشتن امریکا توافق کنن و من زمینه امروز نمیبینم برای امکان این مسئله داره. واقعا یک مسئله مبهم پیچیده هست آقای محمودی، ولی اون چیزی که روشن هست هدف آمریکاست که میدونیم که از این طریق میخواد تحریم‌های پیش از برجام رو یا برگردونه یا سر جای خودشون حفظ بکنه. چقدر برای اینکه آمریکا به هدفش برسه ضروریه که عضو برجام باشه؟ آیا از طریق دیگری نمیتونه به هدفش برسه؟ سوال بسیار به جایه. به نظر من اولا خروج از برجام بزرگترین اشتباه امریکا بود از این نظر، یعنی اگه واقعا هدفشون این بود که تحریم ها رو برگردونن، ایران رو تحت فشار بذارن، باید در داخل برجام میموندن و از این مکانیزمی که در داخلش هست استفاده میکردن، ولی به هر حال تصمیم سیاسی بود خارج شدن. الانم به نظر من دو سه راه امریکا داره که بدون اینکه ادعای برگشتن به برجام رو بکنه باز تحریم های سابق رو سعی کنه برگردونه. اولین راهش این است که از بریتانیا یا از فرانسه یا از آلمان، یعنی کشورهای هم دوستش در داخل شورای امنیت که حق وتو دارن، بخواد که چون این کشورها در داخل برجام هنوز هستن یکی از اینها مکانیزم ماشه رو به کار بندازه، همطور که تهدیدم کردن این کشورها چند وقت پیش. ولی راه دومش همون کاری است که در عرض این دو سال کردن، البته کار غیرقانونی، این مفهوم که کشورهای دیگر رو و شرکت‌های کشورهای دیگر رو، افراد اتباع کشورهای دیگر رو تهدید بکنن که اگر با ایران هر نوع معامله بکنید، اسلحه بخرید یا بفروشید با ایران، مورد تحریم ما قرار میگیرید. و البته این هم تا حالا خیلی مؤثر بوده. این صحبت من با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم سوئد، بیشتر مبتنی بر گزارشی بود که روزنامه نیویورک تایمز آمریکا منتشر کرده و روزنامه‌های صبح امروز تهران هم به نوبه خود به این گزارش توجه خاصی نشون دادن، که با فرشته غازی، روزنامه‌نگار آزاد در آتلانتا یا آمریکا مرور. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با گزینه‌های آمریکا از آفتاب یزد، مردخوری از وطن امروز و دور تازه تنش میان تهران و واشنگتن از ابتکار. خب همین سه مطلب که انتخاب کردین خانم قاضی مربوط به گزارش روزنامه نیویورک تایمز هست که به نقل از مایک پومپئو گفته که آمریکا دنبال طرحی که ثابت کنه که همچنان عضو برجام هست با وجود اینکه از این توافق اومده بیرون. آفتاب یزد میگه که دلیلش روشنه. چه دلیلی؟ فریدون مجلسی در روزنامه آفتابی از اشاره کرده به نزدیک شدن به موعد زمانی لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی سازمان ملل و اون رو مرتبط دونسته با تلاش‌های ایالات متحده برای تمدید این تحریم‌ها. آقای مجلسی نوشته که واشنگتن از ابتدا تلاش کرد سیاست‌هایی به کار ببنده که تهران مجاب به خروج از برجام بشه تا از این طریق قطعنامه‌های شورای امنیت برگرده. حالا هم با توجه به نزدیکی پایان تحریم‌های تسلیحاتی
واشنگتن تلاش خودش رو دوچندان کرده، اما اینکه نتیجه کارزار جدید آمریکا برای چنین مسئله ای چه سرانجامی خواهد داشت دشواره. اما به نظر میرسه که ایالات متحده همه گزینه‌های ممکن رو در این مسیر به کار می‌بنده. وطن امروز اما تیتر جالبی زده، مرده‌خوری، و از ضرورت فعالسازی جبهه دیپلماسی ایران در همین زمین نوشته. جزئیاتش چیه خانم قاضی؟ روزنامه وطن امروز معتقد این گزاره، یعنی همین سناریویی که نیویورک تایمز منتشر کرده به نقل از وزیر خارجه آمریکا، از این جهت برای آمریکایی‌ها مهمه که آمریکا میتونه پس از اثبات حضور خود در بین کشورهای طرف قرارداد برجام از مکانیسم ماشه برای بازگشت پذیری تحریم‌ها استفاده بکنه. این روزنامه از ضرورت فعالسازی جبهه دیپلماسی نوشته و اینکه اکنون 5 ماه مونده به پایان تحریم‌های تسلیحاتی، دستگاه دیپلماسی ایران باید نقش فعال‌تری ایفا بکنه، اما اکتفا به پیام‌های توییتری می‌کنه که نمی‌تونه واکنش مناسبی به طرح‌های آمریکایی‌ها و دیپلماسی فعال و همه جانبه اونها برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران باشه. به نوشته وطن امروز، مسئولین وزارت خارجه باید پاسخی مناسب و فنی به همه اظهارات مقام‌های آمریکایی در رسانه‌ها بدن. و بشم روزنامه ابتکار می‌نویسه که دولت ترامپ از زمان خروج از برجام و آغاز فشار حداکثری علیه ایران تلاش می‌کنه همواره بر مدار عصبی تهران حرکت کنه و به دنبال واکنش عصبی ایرانه. چطور توضیح میده این برداشتش رو؟ جلال خوشره در سرمقاله این روزنامه نوشته که کانون تلاش کاخ سفید واداشتن تهران به عکس‌العمل‌های عصبی یا قبول تسلیم در برابر نتیجه 0 و 100، این در حالی که تهران و واشنگتن فرصت محدود اما تعیین کننده ای رو تا مهر و آبان آینده پیش رو دارن. تهران میکوشه به رغم همه سختی ها از زمین مینگذاری شده واشنگتن تا مهر آینده به سلامت بگذره. کاخ سفید هم میخواد در منازعه با تهران به حداقل امتیاز برای فروش در سپهر انتخاباتی آمریکا دست پیدا بکنه، اما زورآزمایی تهران و واشنگتن ممکنه همچنان کشدار باقی بمونه و خطر هنگامیه که تنش جاری بر حسب یک اتفاق از کنترل خارج بشه. این هم نگاه روزنامه‌های صبح امروز تهران بود به موضوع تلاش آمریکا به اعمال تصمیم‌هایی بر پایه عضویتش در برجام که ندارد. اگه شما هم در این باره نظراتی داشته باشین که شکی ندارم دارین، با ما در میون بذارین. آیا آمریکا از خروج از برجام پشیمون شده به نظرتون؟ چون در حال موندن در برجام میتونست در تصمیم‌های مربوط به ایران تاثیرگذارتر و تواناتر باشه، مگه نه؟ آیا احتمال بازگشت آمریکا به برجام خیلی فکر عجیب و غریبیه یا شدنی نیست؟ البته اونطوری که آقای سعید محمودی میگفت در گفتگویی که باش داشتم، چنین بازگشتی مستلزم موافقت همه طرف‌های توافق هسته‌ای با ایرانه. رفتن ساده بود و بازگشت نه به این سادگی. نظر بدین تا بخونم. البته متأسفانه فرصت خیلی کمه، نمیتونم که اسامی تعداد بسیار بیشمار شما رو که همین حالا برنامه رو به طور زنده تماشا میکنین ببرم. منتظر نظرات شما هستم. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما، بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. و فعلا که شما دارین نظر میدین، امیدوارم چند خبر دیگر هم بشنویم کوتاه از ایران در یک نگاه با جلال فرهنگ. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتشار اطلاعیه‌ای هشدارآمیز از آمریکا و متحدان آن کشور خواسته در زمان عبور از آب‌های جنوبی ایران به قوانین و مقررات بین‌المللی احترام بگذارند و از ایجاد هر گونه تنش و درگیری خودداری کنند. این اطلاعیه 4 روز پس از آن صادر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نیروهای نظامی آن کشور دستور داد که اگر قایق‌های ایرانی برای کشتی‌های آمریکایی مزاحمت ایجاد کردند، آنها را هدف قرار دهند و منهدم کنند. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح از ایجاد ائتلاف نظامی توسط آمریکا در منطقه تنگه هرمز انتقاد کرده و نیروهای آمریکایی را به انجام اقدامات مخاطره‌آمیز و خارج از مقررات و عرف بین‌المللی در خلیج فارس و دریای عمان متهم کرده است. وزیر خارجه ایران در تماسی تلفنی با همتای اوکراینی خود اظهار نظر یک نماینده مجلس ایران
درباره مشکوک بودن نوع پرواز هواپیمای مسافربری اوکراین قبل از شلیک پدافند سپاه را رد کرده است. به گزارش دفتر رسانه‌ای نخست وزیر اوکراین، محمد جواد ظریف در این مکالمه توضیح داده که سخنان حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران، درباره هواپیمای سرنگون شده صحت ندارد و با موضع رسمی جمهوری اسلامی همخوان نیست. آقای نوروزی سه هفته پیش در مصاحبه‌ای گفته بود این هواپیما از کنترل برج مراقبت و مراکز ایران خارج شده و به نظر می‌رسد تحت کنترل آمریکا قرار گرفته بوده است. او که بعداً اعلام شد به خاطر این سخنان تحت پیگرد قضایی قرار گرفته، گفته بود نیروهای نظامی ایران وظایف خود را به درستی انجام دادند، بنابراین در این زمینه مؤاخذه و بازداشتی وجود نخواهد داشت. با چشمانداز بامدادی هستید از رادیو بی بی سی در لندن. حالا از ماسک بگوییم که این روزها از لوازم پوشش خیلی ها در بسیار از کشورهای جهان شده. علی مختاریان یک طراح لباس ایرانی کانادایی است که برای خوانندگان و هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی لباس طراحی کرده. او به تازگی دو مدل ماسک طراحی کرده و الگوهای آنها را برای استفاده مردم به صورت رایگان در تارنمای خود گذاشته است. ماسک های او به نوعی فیلتر یا در واقع پالایی هوا هم مجهز می شوند که در بیشتر نقاط در دسترس هستند. در این باره گزارشی داریم از سام فرزانه در واشنگتن. علی مختاریان طراحی لباس را در ایران شروع کرده و در کانادا آن را ادامه داده. کار من بیشتر طراحی مد برای آقایون هستش، در زمینه کار تکنیکال، لباسه ورزشی و چیزهای مختلف، و هم تجربه دارم من و اینکه این افتخار دارم کار من رو بسیاری از هنرمنده ایرانی و خارجی از جمله دوست خوبم آقای ابی و بونو خواننده گروه یوتیوب پوشیدم. شیوع ویروس کرونا در جهان و لزوم استفاده از ماسک او را به فکر واداشت تا راهی پیدا کند که با استفاده از حرفه‌ای که بلد است به مردم کمک کند. شروع کردم با دوستای پزشکم هم فکری کردم که این یه ماسکی بتونم طراحی کنم که حداقل بتونه جلوی ذرات معلق در هوا رو بگیره، و تصمیم گرفتیم که الگو و روش ساختش رو من در اختیار مردم قرار بدم که هر کسی که بخواد به سلیقه خودش بتونه هم برای خودش، برای فامیل خودش و برای دیگران درست کنه. او الگوی این ماسک را در وبسایتش گذاشته و چند نسخه ای را هم چاپ کرده و در فروشگاه‌های شهر محل زندگیش گذاشته تا مشتری‌ها بردارند و اگر خواستند برای خودشان ماسک بدوزند. به نظر من همه میتونن این ماسک رو درست کنن، یا حداقل میتونن مشارکت بکنن تو اینکه این ماسک رو درست کنن. کسی که خیاطی بلدن رو دوزندگی میکنن، خب براشون خیلی راحت میشه. یه دیگه که نه، میتونن با دست یاد بگیرن که تو یوتیوب و جای دیگه هستش که چجوری با دست بخواید دوخت بزنید. همون مرحله رو میتونن ولی با دست انجام بدن. یا که نه، هیچ کدوم این کار رو نمیتونن بکنن، میتونن حداقل دانلود کنن این الگو رو آماده کنن، ببرن یا تو دیزاین مشارکت کنن، بدن کسی براشون رو بدوزه. او با راهنمایی دوستان پزشکش دو نوع فیلتر دستگاه‌های تصفیه هوا را در ماسک‌هایش به کار می‌برد که جلوی ذرات معلق در هوا را می‌گیرند. ببینید، ما با اطمینان نمیتونیم بگیم که این فیلتر و این ماسک جلوی ورود ویروس رو به بدن شما میگیره، اما حالا که گفته میشه بهتر هم ماسک داشته باشن و ماسکای مخصوص هم خب خیلی کمیابه و مخصوص کادر درمانی هستش، بهتره که از این ماسک استفاده بشه. این ماسک ما میتونه کمک بکنه که حداقل جلوی دراپلت رو بگیره. آقای مختاریان میگوید در این روزها که بسیاری مجبور به خانه نشینی شده اند، مردم می توانند با طراحی و تزیین ماسک هایشان هم اوقات فراغتشان را پر کنند و هم برای خودشان ماسکی درست کنند که با سلیقه‌شان جور در می آید. گزارش جالب بود از سام فرزانه در واشنگتن در بامداد سه‌شنبه 9 اردیبهشت. 28 آوریل نگاهی تازه داریم به سرخط خبرهای جهان تا این لحظه از بی بی سی فارسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین نشست خبریش پس از وقفه‌ای که افتاده بود، چین را متهم کرده که از شیوع بیماری کووید 19 جلوگیری نکرده است. او گفت این همه گیری باید در همان مبدأ خود متوقف می‌شد. رئیس سازمان جهانی بهداشت از عملکرد این سازمان در قبال همه گیری کووید 19 دفاع کرده. دکتر تدروس اتانام غبریسوس گفت که در پایان ماه ژانویه، یعنی 3 ماه پیش، زمانی که سازمان جهانی بهداشت وضعیت فوق‌العاده بین‌المللی اعلام کرده بود، همه کشورها باید دست به کار می‌شدند.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران دیروز تازه‌ترین آمار مرگ و میر و همینطور ابتلا به کرونا را اعلام کرد و بر اساس آن در 24 ساعت گذشته 991 مورد تازه شناسایی شده و 96 تن نیز جان باختند. و سازمان ملل متحد برآورد کرده که بیش از 530 شهروند غیر نظامی افغانستان در خشونت‌های 3 ماه نخست سال میلادی جاری در آن کشور کشته شدند. خب همین موضوع مربوط به افغانستان رو در نیمه بعدی برنامه دنبال بکنیم، بررسی مشخص و در واقع مفصل خواهیم داشت در ارتباطی زنده با کابل. اعتراض اسرائیل به پخش یک سریال تلویزیونی در مصر رو هم داریم، افزون بر مطالب بسیار دیگر، و صدای مهرداد بهار از دل سالیان سال گذشته میشنیم. اگر جغرافیای اساطیری ایران توجه بکنید، در دو طرف جیهون، نه در فارس این روای، نه در عراق، نه در آذربایجان، نه در ری، نه در کرمان. این صدا از کتابخانه چشم‌انداز بامدادی بود که تا حدود 16 دقیقه دیگه اونجا خواهیم بود. امیدوارم ما رو همراهی کنیم. طبق وعده از افغانستان بگوییم. از گزارش تازه سازمان ملل متحد که برآورد کرده است که بیش از 530 شهروند غیر نظامی این کشور در خشونت‌های 3 ماه نخست سال میلادی کشته شدند. بیش از 150 تن از قربانیان کودک بودند. بیشتر آنها در ماه مارس، یعنی همین ماه گذشته میلادی، جان دادند. درست پس از آنکه جنبش طالبان با ایالات متحده آمریکا به توافق مهمی دست یافت و امید به پیشبرد گفت و شنود صلح میان طالبان و دولت افغانستان را بالا برد. همکارم علی حسینی همین حالا از کابل با ما. صبحت بخیر علی. بنا به این گزارش تازه سازمان ملل، قربانیان کیها بودند و از دست چه نیروهایی کشته شدند؟ من تصویر علی حسینی رو میبینم ولی صداش رو متاسفانه نمیشنوم و فکر کنم که تماس ما به طور درست حسابی هنوز برقرار نشده. حتما به علی حسینی باز خواهیم گشت. و اما در ادامه برنامه، در واقع علی حسینی همچنان داره صحبت میکنه ولی متاسفانه صدای من ظاهرا به گوش علی نمیرسه. و اما یک سریال تلویزیونی اسباب اختلاف شده میان دو همسایه اسرائیل و مصر. یک شبکه تلویزیونی مصر در شبهای ماه رمضان پخش سریالی را آغاز کرده با نام فرجام که داستانی است تخیلی و آینده ای بدون اسرائیل را تصویر می کند که گویی کشورهای عرب اسرائیل را از میان بردند و آمریکا هم غرق در جنگ داخلی است. وزارت خارجه اسرائیل به این سریال اعتراض کرده و آن را ناپذیرفتنی دانسته، به ویژه در رابطه دو کشوری که 41 سال پیش با هم پیمان دوستی بسته بودند. از همکارم مهرداد فرهمند خواستم که داستان این سریال را اجمالاً توضیح دهد. داستان سریال در 100 سال آینده رخ میده، سال 2120، و در اون زمان اتفاقی که در این سریال به تصویر کشیده میشه اینه که اسرائیل نابود شده و اینکه آمریکا هم تجزیه شده، و این چیزی است که اسباب خشم اسرائیلی‌ها رو فراهم آورده، تا اونجایی که حتی وزارت امور خارجه اسرائیل بیانیه داده و خطاب به مصری‌ها گفته که ما با هم پیمان صلح داریم. و سریالی که شما پخش کردید، به خصوص اینکه شبکه اون تی وی که این سریال رو نشون داده، شبکه‌ای وابسته به حکومت حساب میشه و این رو به پای حکومت مصر نوشته و این رو در واقع نوعی اقدام خصمانه ارزیابی کرده از جانب مصر. در مقابل نویسنده سریال با بی بی سی عربی هم گفتگو کرده و گفته که این الان در سراسر دنیا در غرب اگر که نگاه بکنیم، این همه فیلم و سریال تخیلی درست میکنن و تو اون فیلم ها و سریال ها کشورهای نابود شدن، حکومت های عوض شده، خیلی رخدادهای اینچنینی در اونجا به راحتی به تصویر کشیده میشه، کسی هم اعتراض نمیکنه. و چگونه است که اسرائیل خودش رو کشور در استانداردهای غربی و پاسدار آزادی بیان میدونه و در این حال داره به یک داستان کاملا خیالی اعتراض میکنه. خب واقعا نکته جالبی هست که خیلی های دیگر هم گفتن، در خود مصر هم یکی از اعضای پارلمان گفته که در گذشته خودش از افسران اطلاعاتی مصر بوده، گفته که چطور اسرائیل که ادعاش میشه که به تنوع افکار و عقاید احترام میذاره اعتراض میکنه. اسرائیلی آیا به این اعتراض، به این ایراد چیزی گفتن، واکنش نشون دادن؟
واکنش رسمی فعلا غیر از همون واکنش وزارت خارجه اسرائیل نبوده، اما میشه این رو در واقع نگاه اسرائیلی ها رو ارزیابی کرد به این معنا که دو دلیل در پشت این اعتراض هست. یکی این که اسرائیلی ها هر آن چیزی رو که موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، حتی بیانش رو، یعنی بیان هر نوع تهدیدی نسبت به موجودیت اسرائیل رو در واقع موضع گیری ضد یهودی قلم داد می کنند. نکته دیگری که هست، یعنی نکته هست زمینه داره که در اخیراً در یکی دو سال اخیر به خصوص یک جنگ سریال هایی را افتاده در خاورمیانه، بخشی از این بین اسرائیل هست و مصر و سوریه، که اسرائیلی ها یک سریالی ساختند در مورد یک فردی که اون رو که در واقع داستان واقعی است، یک فرد اسرائیلی که در 50-60 سال پیش او رو به عنوان مأمور نفوذی فرستادن به سوریه و در اونجا رشد کرد و مقاماتی رسید، در این حال که جاسوس اسرائیل هم بود و سرانجام سوریه با کمک کاگبه شوروی اون رو شناسایی کرد. در مقابل اون و اومدن و یک سریال ضد اون مصری ها ساختن، باز اسرائیل یک سریال دیگه ای ساختن در مورد داماد جمال عبدالناصر که این جاسوس اسرائیلی ها بوده و این هم داستان واقعی است و این یک نوع در واقع باز هم از این ور حالا میشه گفت شاید این رو مصری ها ساختن که پاسخ اون سریال رو بدن. این اخیراً هم یک شبکه های در واقع مانند به خصوص نتفلیکس که سریال های کشورهای مختلف رو میاد و ترجمه میکنه و در برای همه جهان دیگه در دسترس شده، این دعوا رو خیلی بیشتر نمایان کرده. قبلا اینها سریال عربی رو خود عرب ها میدیدند، اسرائیلی رو اسرائیلی ها میدیدند، الان اینها در دسترس همه دنیاست، بازتاب خیلی بیشتری پیدا کرده و این جنگ رو میان اسرائیل و مصر شدیدتر کرده. مهرداد فرهمند درباره دعوای سریالی اسرائیل و مصر صحبت میکرد و طبق وعده برگیم به افغانستان به همکارم علی حسینی که مطمئنم که سوالی که من میکردم میشنی چون داشت صحبت میکرد و صداش رو نمیشنیدیم. علی، حالا که صدای من رو میشنوی و امیدوارم که صدای ما رو هم در واقع صدای تو رو هم ما بشنویم، درباره این گزارش سازمان ملل صحبت بکنیم که میگه بیش از 530 تن از شهروندان غیر نظامی افغانستان در خشونت‌های 3 ماه اخیر در این کشور کشته شدند. این افراد کیها بودند و از کدام اقشار جامعه و چه نیروهای اونها رو کشتند؟ خب بر اساس این گزارش نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، علاوه بر این که 150 زن کودک در این حملات کشته شدند، 60 زن هم در بین کشته شده دیده میشه. حدود 760 نفر دیگر هم آنطور که این گزارش میگه غیر نظامی ها زخمی شدند. بر اساس گزارش یوناما 55% این تلفات عاملشان مخالفین دولت افغانستان هستند، 39% گروه طالبان، 13% هم داعش و مواقع دیگر نیروهای مخالف دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان هم 32% سبب شدند که تلفات غیر نظامیان صورت بگیره. و موضوعی که قابل تأمل نیست که از سال 2012 به بعد این پایین ترین تعداد کشته شده ها هست، یعنی نسبت به سال گذشته هم حدود 29% کاهش است که دلیل اصلی هم میتونه مذاکرات صلح و گفتگوها در این زمینه باشه، همچنین توافقنامه صلح ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان. و ممنون میشم اگه خیلی کوتاه بگی که واکنش طرف های این درگیری ها که باعث این همه قتل و کشتار شدن در افغانستان بین گزارش سازمان ملل چه بوده؟ دولت افغانستان گزارش را رد نکرده اما گفته که قابل تأمل است و باید به این وضعیت نشان بده که نیازمند یک آتش‌بس سراسری و دائمی هستیم و گفته که دولت مکانیزم‌های مؤثری را روی دست می‌گیره که تلفات غیر نظامی را کاهش پیدا کنه. گروه طالبان اما گزارش را رد کرده و گفته که برخی از رویدادهایی که مربوط به طالبان نیست به این گروه نسبت داده شده و همچنین تلفات توسط دولت افغانستان در این گزارش کم رنگ نشان داده شده. سپاسگزارم علی حسینی در کابل، روز خوشی داشته باشی. با همکارم در کابل صحبت کردم درباره گزارش تازه‌ای که سازمان ملل درباره قتل و کشتارها در افغانستان داده. حالا با فرشته قاضی و روزنامه‌های صبح امروز تهران برگردیم به ایران و به موضوع کرونا. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم با روزنامه شرق ادامه میدیم. دوگانه سلامت و معیشت برای جبران خسارت کرونا از اعتماد و در نهایت هم همه حقیقت نزد ما نیست از همدلی.
خب همونطور که از تیترهای خصوص دو روزنامه اول پیداست، خانم قاضی، مربوط به در واقع صحبت ما مربوط به کرونا خواهد بود. روزنامه شرق معتقده که نباید بین سلامت و معیشت دیوار کشید و اینها را از هم جدا دونست. چه میگه دقیقاً؟ غلامرضا نظربلند در این روزنامه ناکافی بودن ذخایر و ناخوش بودن اقتصاد رو عاملی دونسته که مانع از موفقیت تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین سلامت و معیشت شده و اینکه دوگانه نان و جان رو به زیان هر دو منتهی میکنه. اما معتقده که سلامت و معیشت دو مقوله اعتباری نیستن که بشه دیوار ساختگی بین اونها کشید. هر گونه تلاش برای جدا کردن اون دو و پرداختن فقط به یکی منجر به نابودی دیگری و در نهایت نابودی هر دو خواهد شد. برای جبران خسارت کرونا مطلبی است از روزنامه اعتماد که از میزان کسری بودجه سال جاری به شدت ابراز نگرانی کرده، از جمله از کاهش درآمدهای نفتی و مسائل دیگه. جزئیاتش چیه؟ کاهش درآمدهای نفتی و همچنین عدم تحقق درآمدهای مالیاتی رو اشاره کرده رضا سلامی در روزنامه اعتماد و معتقده که دولت گمان میکنه با باز کردن کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی میتونه پیامدهای اقتصادی رو جبران بکنه، در صورتی که این گونه نیست، چرا که بسیاری از مردم از بیم بیماری تمایلی به خارج شدن از خونه ندارن و اگر کسی از خونش خارج نشه تقاضا برای کالا شکل نمیگیره. هر چقدر تولید بشه تقاضا افزایش پیدا نکنه قیمت‌ها اون موقع پایین میاد و استراتژی قوی و مبتنی بر واقعیت برای مهار این بیماری و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعیش به اعتقاد نویسنده چیزی که در این شرایط نیازه. و نهایتاً صحبت‌های پرسر و صدای اخیر اردشیر زاهدی، سفیر ایران شاهنشاهی در آمریکا و از چهره‌های آشنای تاریخ نچندان دور در مطبوعات ایران هم ظاهراً سر و صداهای بسیاری رو به پا کرده. روزنامه همدلی متوجه دوگانگی شده در فضای رسانه‌ای در ایران درباره این چهره و این موضوع رو بررسی کرده. چی میگه دقیقاً؟ بازتاب گسترده‌ای داشته در روزنامه‌های تهران و فضل‌الله یاری در روزنامه همدلی به دوگانگی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور حول محور اردشیر زاهدی اشاره کرده و نوشته که این پیش از این که معطوف به سخنان وزیر و سفیر حکومت شاه باشه، معلول اشتیاق ما به دوگانه‌سازی‌هایی که از استقلال و پرسپولیس گرفته تا اصلاح طلب و اصولگرا رو در بر می‌گیره. آقای یاری ادامه دادی که برخی که از هر چیزی برای تأیید جمهوری اسلامی استفاده می کنند از اردشیر زاهدی آزاده ای ساختن که در صورت اعدام او در سال 57 حالا خیانت هاش رو به رخ طرف مقابل می کشیدن. برخی دیگه هم که هر چیز رو در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی ارزیابی میکنن از پیرمردی که به هر حال برخلاف رویه زندگی و موقعیت خانوادگی و دوستان و همکارانش سخن میگه و برخی از اقدامات حکومتی که سایش رو هم با تیر میزنه مثبت میبینه کسی ساختن که اختیار کلماتش رو هم نداره و به پرت و پلاگویی افتاده. فرشته قاضی بود با روزنامه صبح امروز تهران و واقعا سپاسگزارم از تک تک شما اونهایی که برامون پیام می‌فرستین. همه روزه راجع به موضوعات مختلف برنامه اظهار نظر می‌کنین. از فیسبوک می‌خونم از علی رضا که نوشته که به نظر نمی‌رسد که چین و روسیه تحریم‌های آمریکا را زیر پا بگذارند و سلاح‌های سنگین به ایران بفروشند، حتی اگر شورای امنیت نخواهد تحریم تسلیحات ایران را تمدید کند. امید گفته که به هر حال آمریکا می‌خواهد با همان قرارداد برجام لغو شده ایران را به پای میز مذاکره بکشاند و در این پیشنهاد دو مسیر وجود دارد: نپذیرفتن ایران از مذاکره دوباره و تغییر قوانین برجام و یا پذیرفتن مذاکره برجام جدید و تن دادن به 12 مورد خواسته وزارت امور خارجه آمریکا، که به نظر امید هیچ کدوم از اینها رو انتظار نمیره که ایران بپذیره. ابو یاسر گفته که تصمیم‌های پرزیدنت ترامپ منطقی و بازدارنده هست در تأمین صلح و امنیت بین‌المللی، خیلی مؤثر خواهد بود در جهان، نظر ابو یاسر هست. و در تلگرام مجتبی میگه که به نظرم بازگشت آمریکا به یک برجام به روز رسانی شده باید مستلزم تعهدات جدید ایران در خصوص مواضع منطقه‌ای، موشکی و حقوق بشری گردد. فرزان میگه که رفتار آقای ترامپ به قدری بچگانه است که آدم فکر میکنه که هر کسی میتونه سیاستمدار بشه. امید ام میگه ارسال ماهواره نظامی توسط سپاه پاسداران در شرایط فعلی بهترین بهانه برای تمدید تحریم‌های نظامی بر علیه جمهوری اسلامی را به آمریکا و کشورهای غربی داده. پیام‌ها بسیار زیاد هست، اگه فرصت شد بهشون برمیگردم.
بله، رسیم به خبر ورزشی که اون را از رأی قطعی مربوط به بازی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان آغاز می‌کنیم که دیروز صادر شد. با علی آخوندان. دیروز کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران، رأی کمیته انضباطی این فدراسیون مبنی بر پیروزی 3-0 پرسپولیس مقابل سپاهان در بازی برگشت لیگ برتر فوتبال ایران رو تایید کرد. اون حکمی که نتیجه 3-0 بود باقی موند. همچنین 150 میلیون تومان جریمه مالی سپاهان هم باقی موند. اما چیزی که تغییر کرد محرومیت سپاهان از حضور تماشاگران بود که لغو شد. رئیس کمیته استیناف گفت که گزارش نماینده فدراسیون مبنی بر این بوده که سپاهان تحلیل کرده برای رفتن به ورزشگاه نقش جهان و همچنین زمانی هم که میرسن از بازیکنان میخوان که خودشونو گرم کنن و آماده بازی کنن که این اتفاق نمیفته. خب این مسابقه جنجالی بود که خیلی سر و صدا کرد. اون موقع حتی مسئول نیروی انتظامی اونجا هم مصاحبه کرده بود و گفته بودش که مشکلی نبوده برای بازی، اما خب سپاهانی ها نظر دیگه ای داشتن. اما کمیته انضباطی رأی به پیروزی پرسپولیس داد که با سپاهان در کورس قهرمانی بودن، حالا هم که تایید شد. و ما از آغاز دوباره فوتبال اروپا به ویژه لیگ برتر انگلستان خبرای به دست رسید. علی، دیروز تیم های آرسنال، برایتون و وستهم زمین های تمرین خودشون رو برای بازیکنان در واقع باز کردن، به اون اجازه تمرین انفرادی دادن. بازیکن ها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی میتونن تمرین کنن، هرچند که هنوز ساختمان باشگاه برای بازیکن ها بسته است و قرار هم بود که جدا از هم برن و تمرین کنن و برگردن. همچنین دیروز خبر اومد که این امیدواری وجود داره که مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس از 8 ژوئن شروع بشه تا اواخر ژوئیه ادامه پیدا کنه تا با قانون رقابت های یوفا در واقع مطابق بشه و منافاتی نداشته باشه. جلسه ای که قرار برگزار بشه بین تیم های لیگ برتر روز جمعه هست که تصمیم میگیرن راجع به این قضیه مذاکره کنن. الیور دودن وزیر فرهنگ بریتانیا در این رابطه گفت با باشگاه در تماس هست و امیدوار است که رقابت ها هر چه زودتر برگزار بشه. انتظار میره که این مسابقات پشت درهای بسته باشه و تعداد از اونها به صورت مجانی پخش بشن. خب لیگ برتر از 13 مارس به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شد، هرچند که بعد از اون تمامی تیم‌های حاضر در این لیگ متعهد شدن که 92 بازی باقی مونده را انجام بدن و این مسابقات رو تموم کنن. قبل از لغو بازی 29 بازی انجام شده بود که لیورپول با 25 امتیاز اختلاف سرنشین مسابقات بود. پریشب هم در واقع خبر اومد درباره بازگشایی سری آی فوتبال ایتالیا. گفته شد که تیم‌های حاضر در این لیگ میتونن از 4 مه یا همون 15 اردیبهشت به صورت انفرادی و از 2 هفته بعد از اون به صورت تیمی تمرینات خودشون رو شروع کنن. در مورد سری آی فوتبال ایتالیا هم این امیدواری وجود داره که رقابت‌ها بین 27 مه تا 2 ژوئن که همون 7 تا 13 خرداد هست شروع بشه و تا اوایل ماه اوت ادامه پیدا کنه. یک پیام دیگه از شما از اسکندری که میگه که زدن اتهام به چین خیلی بی‌اساس و همچنین غیر منطقی است. اشاره کرده به اتهام دونالد ترامپ علیه چین که به گفته او میتونسته مانع از همه‌گیری کرونا بشه ولی این کارو نکرده. افشه میگه که با توجه به این که ویروس کرونا خودش رو تازه پس از 2 هفته نشون میده و طی این مدت در هفته هزاران مسافر میتونستن بدون اینکه کسی با خبر باشه که مبتلا شده از چین به کشورهای دیگه سفر کرده باشن، این اتهام درست نیست. اما حالا سری به کتابخانه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی بزنیم با مسعود بهنود که سه‌شنبه ها 2 کتاب تازه رو به دست میگیره و روایت میکنه. این بار یادی هم میکنیم از هوشنگ گلشیری و مهرداد بهار. و جهان اساطیری کتاب نازکی است، 160 صفحه داره، ولی کتاب بسیار مهمی است، چرا که گفتگوی هوشنگ گلشیری است با مهرداد بهار. این دوتا هر دو در کاری که میکردند، یعنی گلشیری در قصه نویسی و مهرداد بهار به عنوان آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران و باستان و اساطیر ایران، هر دو یگانه بودند. در یک زمانی گلشیری که دیگه در اوج بود تصمیم میگیره که بره سراغ مهرداد بهار و با او درباره موضوعی که تخصص او بود حرف بزنه به صورت یک مصاحبه. گلشیری مصاحبه معمولا نمیکرد، کارهای مهمتری داشت، ولی گاهی اوقات احساس میکرد که یک چیز خیلی مهمی در انتظارش هست یا باید جواب بگیره، باید متخصصی بره اینو جواب بگیره. و در اونجا بود که همه سوالهایی که به عنوان
قصه نویس و خالق دنیاهای تخیلی برداشت با خودش برد و منزل مرداد بهار که در اون سالها بیمار هم بود و یک سال بعد از اون هم درگذشت. متاسفانه 5-6 سال بعد از او گلشیری هم درگذشت. این یادگار نوار اون جلسه است و باربد گلشیری فرزند هوشنگ همتی به خرج داده که رفته اینها را در یک ترتیب تر و تمیزی پیاده کرده از روی نوار و اون نوار تبدیل شده به کتابی. برای اطلاعاتون عرض کنم که آخرهای نوار که میرسیم، که حالا باید بگیم آخر کتاب که میرسیم، دیگه بحث و گفتگوی علمیشون پایان میپذیره و در اونجا گلشیری به عنوان روزنامه نویس وارد میشه و بحث رو میکشونه به زندگی مرداد بهار. با خواهش من، باربد گلشیری نوار بخشی از گفتگوی این دو نفر رو به ما داده است که خود شاهد جدی و ماندنی است از گفتگوی هوشنگ گلشیری با مرداد بهار. بحثی شده در آنچه که راجع به مثلا شاهنامه نوشتن که گویا فردوسی طابق و نعل به نعل آنچه که در سنت بهش رسیده تبعیت کرده. دانش من بر اساس این نوشته‌ای است که تو ایران است. پس شما میسید که مخالف این حرفید؟ بله، من برداشتم جزی. من نمعتقدم فردوسی از روی خدای‌نامه شاهنامه رو شکل بخشیده، یعنی ترجمه خدای‌نامه اصلا بگم این من نیست شاهنامه، برای اینکه شخصیت خاندان زال و رستم و اینا با این وسعت و با این اهمیت محوری اصلا در نوشته‌های پهلوی که ملهم باید باشن قطعا از خدای نامه وجود نداره. دیدگاه های شاهنامه نسبت به گشتاس به کلی غیر خدای نامه ایه. خدای نامه زردشتی بنا به نوشته های زردشتی موجود که میتونیم ببینیم همه از گشتاس به شخصیت متعالی شریف مطلق میسازن، در اینکه فردوسی رو به کلی به صورت موجود حقیر درش میاره. و نکات کوچک بسیار دیگری از این جمله است که میرسونه فردوسی به هیچ وجه دنبال رو به خدای نامه نباید دیده باشه. فردوسی به گمان من با دریای عظیم روایات حماسی که واقعا جاشم در خراسان بزرگ، این تو افغانستان و ایران بوده، شکلش بان اونجاست. جغرافیای این شاهنامه ما مال اطراف جیهونه. اگر جغرافیای اساطیری ایران توجه بکنید در دو طرف جیهونه، نه در فارس این وقایع، نه در عراق، نه در آذربایجان، نه در ری، نه در کرمان. این وقایع در دو طرف رود جیهون اتفاق می‌افتد و حد اکثر حدود خراسان شرقی امروز ما را هم در بر می‌گیرد، ولی عمدتاً اونجاست و مال اون منطقه است. که من عرض کردم قبلا که روایات حماسی در نقاط دیگه ایران هم محققاً میتونسته وجود داشته باشه، اونجا مکتوب نشده، به صورت روایاتی که امروز مثلا در آذربایجان شوروی ما داریم، در آذربایجان ایران هم هست. حماسه است اونا هم حالا رنگ ترکی هم به خودش گرفته و فلان، ولی اونا مال اون منطقه به این شکل در اومده. لیلا باقری متولد سال 65 هست. از نوجوانی وارد صحنه روزنامه نگاری شد و در روزنامه نگاری حرفه‌ای شد و دیر زمانی بود که در روزنامه ها کار میکرد که بالاخره اون جایی که بخش عمده ای از روزنامه نویسا متوجهش هستند و علاقمندن و بهش میرسند رسید و اولین کتاب خودش منتشر کرد. کتاب یه رمان بود با نام پیراهنی بر آب که 2 سال پیش منتشر شد. بعد از اون هم خانم باقری کتاب منتشر کرد، ولی همچنان پیراهنی بر آب دست کم به نظر من به عنوان یک خواننده قدیمی رمان و قصه هنوز رمان جا افتاده تری است و
و یک فانتزی خیلی جدی بر اساس تفکرات آن جهانی درش وجود داره. صحبت از زندگی یک پری هست که همراه مادرش زندگی میکنه و ناخواسته وارد ماجراهای عجیبی میشه، دنیا براش غریب میشه. این چهره های غریب دنیایی آنچنان پرداخته شده که انگار ما حرکت میکنیم در پیراهنی بر آب به یک شهر زیرزمینی و موجودات خیالی و باستانی، انگار که یک نگاه آن جهانی وجود داره که حرکت کرده تو اساطیر. گوش کنیم به صدای خانم لیلا باقری که بخشی از کتاب مهم خودش پیراهنی بر آب رو برای ما میخونه. پری تازه یاد موسیقار می افتد. مارها رفتند. با خیال راحت می دود سمت درخت و خودش را بالا می کشد. زیر لانه کنده شده حفره سیاهی می بیند. چیزی در آن پیدا نیست. کمی بالاتر می آید تا بتواند بهتر داخل تنه را ببیند. در انتهای حفره حجم سفید و لرزانی است. دست می برد داخل و پرهای موسیقار را لمس می کند. پرنده توی خودش جمع می شود. پرها لطیف و لیزند. چند بار پنجه می اندازد داخل سوراخ تا بالاخره پرنده را توی دست می گیرد. آرام موسیقار را بیرون می کشد. حجمی گرد پوشیده از پرهای کوچک و سفید با چشمهای خاکستری ریز که انگار کورند و نوکی دراز و پر از سوراخ. نور که پرنده می خورد سرش را تکان می دهد و پلک می زند. مردمکی سفید رنگ در چشمهای پرنده می چرخد و به نور واکنش نشان می دهد و خیس می شود. پرنده نوک درازش را از هم باز می کند و مویه کوتاهی سر می دهد و نوک را در کیسه باد کرده و سفید زیر گردنش فرو می برد. کیسه را بیشتر باد می کند. موسیقار نوکش را که تا زیر سینه می رسد بالا می آورد و این بار نوای غمگین تری سر می دهد و گردن را همانطور افراشته به سمت خورشید نگه می دارد. اشک‌های داغ از لای پلک پری راه می گیرند و تا زیر چانه می رسند. پری با یک دست موسیقار را بین بازو و ساعد می گیرد و با دست دیگر شاخه‌ای را و آرام پا می گذارد روی تیغ‌ها و تا نیمه تنه درخت پایین می آید. موسیقار دوباره حفره هوای زیر گلو را باد می کند و نوکش را درون شکم خم. وقتی نوک را بالا می آورد با چشمان کور به خورشید زل می زند و با چنان نوا و مویه‌ای می خواند که صدای گریه پری هم بلند می شود و بدون اینکه به سالم ماندن خودش یا موسیقار فکر کند پایین می پرد. چه زیبا بود این دو کتاب هفته از مسعود بهنود. و حالا یک پیام دیگر رو هم طبق بعد بخونم از مرتضی که میگه آمریکا خیلی هم نیازی نداره حتما برگرده تا بتونه جلوی صادرات و واردات سلاح رو بگیره به ایران. شرکت‌های خارجی جرأت نمی‌کنن تجهیزات پزشکی و مواد غذایی به ایران بفروشن، چه برسه به تسلیحات نظامی. نظر مرتضی بود. سپاس فراوان از پیام‌هایی که دادید و ما رو به پایان برنامه از کسی یاد کنیم که طول 63 سال عمرش تمام تلاشش این بوده که برای ما و شما شادی بیافریند و رشته این عمر پربار بریده شد. محمود خوشنواز که به راستی هم خوشنواز بوده هم خوشاواز، پس از نیم قرن فعالیت در زمینه موسیقی اصیل و فولکلوریک هرات افغانستان در 63 سالگی پس از یک بیماری طولانی چشم از جهان بربست. یکی از معروف‌ترین آهنگ‌های این هنرمند از نخستین آهنگ‌های اوست که با مطلع سر پل مالان دختری دیدم شروع می شود. محمود خوشنواز را اهالی هنر در هرات و البته فراتر از آن به دلیل کارنامی ارزشمندش استاد خطاب می کردند. گفتم فراتر از هرات افغانستان چون مطمئنم که این ترانه استاد خوشنواز را شما در ایران و تاجیکستان هم از هنرمندان مختلف شنیده اید. محلی سنگ تراشان دو زلفان افشان افشان مرا کردی پریشان دیگر نمیام به محله وای دیگر نمیام به محله دیگر نمیام به محله وای دیگر نمیام به محله
محلی سنگ تراشون، ترانه محلی که محمود خوشنواز جاودانه کرد، موسیقی محلی یا فولکلوری که از نقاط قوت استاد خوشنواز بود، چون او در خاندانی زاده و پرورونده شده بود که در موسیقی محلی جایگاه رفیع داشتند در افغانستان. پدر و همینطور پدر بزرگ او هم در این راستا کارهای ماندگاری انجام دادند. با یادی از محمود خوشنواز که در 63 سالگی درگذشت، رسیدیم به پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی بی بی سی از لندن. سپاس فراوان از همراهی تک تک شما به همراه فرج بالفکن تهیه کننده برنامه.